همین الان یه 5 دقیقه پیش بارونی زد و این کل این فضا رو شست و ترتمیز کرد. بسیار خوب. نکته بعد، هیچ چیز خودت را برای دیگران توضیح مده. توجیه مکن، خودت را به دیگران معرفی نکن. توجه دارید که برای چی؟ چون که وقتی معرفی میکنی من اینم، در حقیقت داری متعین میکنی، در حقیقت داری یه تاثیر فیکسه برای خودت، اول از همه نزد خودت داری میسازی. توجه داشته باش که این فشار هویت است که تو را وامی دارد تا در اولین برخورد با هر کس آن را معرفی، یعنی هویت را معرفی کنی، عرضه کنی. آگاه باش که در این معرفی تو خودت را معرفی نمی کنی، بلکه بیگانه ای را که در شکل الگوها و علائمی در ذهنت نشسته اند معرفی می کنی. تو به ظاهر هستی خودت را معرفی می کنی، ولی عملا داری آب با آسیاب رواج الگوهای بیگانه می ریزی. نفس معرفی یعنی تغذیه آن الگوها، و عدم معرفی خیش مساویست با مرگ و فنای آنها و مساویست با مرگ خود. ما قبلاً هم گفتم این سفرهایی که با دوستان میگذاریم و هر سالی چند تا سفر میریم، یه قانونی که گذاشتیم اینه که در طول سفر هیچ کس حق نداره خودشو معرفی کنه، حتی اسمی که اسم کوچیک، مثلا من اسمم مریمه، مثلا اسمم حسنه، این اسم رو هم باید تغییر بدی. این حالا اسم خیلی مهم نیست، البته اسمم تغییر دادن مفیده، ولی مهم اینه که اون معرفی از نظر این که من کارم چیه، شغلم چیه، نمیدونم، میدونید همه اینها، کجا زندگی میکنم و و و این چیزها رو نگیم به هم دیگه. قانون گذاشتیم که نگیم از همون اول تا آخر، و توجه کنیم به درونمون که چقدر ترس داریم به هم دیگه، که الان این کیه، مثلا شغلش چیه، فلانه بهمانه. بعد بعضیا گزارش میکنن مثلا آخرهای سفر که فلانی من نمیدونستم مثلا شغلش فلانه، فلان میدونی شغل مثلا بزرگ اجتماعیه، چقدر آدم متواضعیه. میدونید پشتش چیه؟ پشتش اینه که هنوز من گرفتار این ارزشی اندیشیدن هستم. مثلا فلانی متخصص مثلا سرطانه، من این یک ارزشی گذاشتم، اما اگه فلانی مثلا بگه من سوپرمارکت مثلا دارم، این مثلا شغل معمولی محسوب میشه. میگی مثلا فلانی که خودشو معرفی میکرد من متخصص سرطان هستم، این چقدر آدم متواضعی بود، تو سفر اصلا هیچکی نفهمید چیزه. متوجه هستی؟ آره.